ما اینا نگاه نکنید انقدر استاد شجره استاد شجره استاد شجره شجریان فردا برگرده بگی که آقا یه حرفی مخالف اینو بزنه به خدا قسم دیدید منو تو چیکار که شجریان دیگه همین چند روز پیش برنامه رفت به خاطر مصاحبه شجریان شجریان ایرادی که داشت میدونید چی بود استاد شجره که هیچ کدوم شما بعید میدونم به اندازه بنده شجریان اینجا گوش کرده باشید من چون اون قدیما میخوندم <تصفح> گفتم جلو میام میخوندم خب علاقه داشتم موسیقی سنتی هم دوست داشتم گوش میکردم من اینو بارها گفتم نوار شب سکوت کبیر شجریان رو یادمه چون دیویدیش چیزش سیدیش رو داشتم همش پر بود اما اون نوارش کاستش تازه اومده بود چند کیلومتر پیاده مغازه به مغازه این کسایی که مثلا چیزا می تا آخر یه دکه روزنامه فروشی پیدا کردم ازش خریدم موسیقی مقامی خراسانی خونه چقدر زیبا اما حرف آی این بود که به شدت آدم غیر سیاسی بود هر جا ف... احساس میکرد میخوان ازش سوء استفاده سیاسی کنن چی نمیومد هشت تاش به شدت سیاسی شد تا اینجا یا استاد شجریان چی شد منو تو زد اخیرا نشون اومد یا مصاحبه کرد گفت من منظورم این که گفتم 1400 ساله این نبوده اسلام هنر داره اسلام معماری داره خود آواز قرآن موسیقی ربنای من هنر مصاحبهش با روزنامه ایران برید بخونید در 17 خرداد 1395 شجریان سکوت خود را میشکند. و انتشار یک گفتگوی تازه موج جدیدی درباره او به راه می اندازد. او با نوربخش به گفتگو نشسته و حرفا و مواضع جدیدی بیان می کند. در آخرین مصاحبه که من با ایشون انجام دادم حتما دیدین من سعی کردم اینا رو بشکافم و اون پیرایه ها رو از گرد وجود ایشون کنار بزنم با شفافیت شجریان بعد از چند سال تعمل درباره انتقادهایی که به سبب موازش در برابر مذهب و دین شکل گرفته در این گفتگو به سراحت می گوید ما روحانیت و دین و همه چیز را قبول داریم اما بخشی از افراتیون ما را قبول ندارند روزهی که خوانده می شود خودش موسیقی است در مراسم مذهبی قدیم بسیاری از بزرگان اهل منبر دارای صدای خوشی بودند و خوب و درست هم می خاندند. و این خودش منبر را جلوهی دیگر می بخشید و خیلی ها را جذب می کرد. همیشه موسیقی ما مورد حمله یا ایراد یک طبقه از افراد مذهبی قرار گرفته. البته بخشی از موسیقی منحرف می تواند این طور باشد. اما ذات موسیقی منحرف نیست. من خودم اساسا با موسیقی منحرف مخالفم. مگر تعذیه یا روزخانی نبوده؟ مگر در قرائت قرآن موسیقی وجود ندارد؟ موسیقی در ذات که نمی تواند حرام باشد. کجای اسلام گفته موسیقی حرام است؟ ما کاری برخلاف دین و قرآن انجام نمیدهیم. کار ما یک کار معنوی است و حالاتی روحانی در جامعه دارد که ما آن را دنبال میکنیم. او کنایه هم به برخی استفاده های سیاسی از نام خود میزند و با زبانی نسبتاً سربسته میگوید. هنرمند اگر در قاب و قالب احزاب و گروه ها قرار بگیرد به اندازه همان قاب کوچک میشود. چون خاننده است شبابتی داره بره بشه بخونه و رب ربنا هم واسه کسایی که تو حوزه علمیه خب خواننده دیگه هم چیزای دیگه خوندن قرآن برنا. خوندن قرآن خوندن از آن خوندن شجریان میگه سی زیارت عاشورا خوندن هایده زیارت عاشورا خونده میده هایده اگر اتفاقاً جالبیش به همینه هایده حزب بات نبوده اگر آهنگ واسه عاشورا خونده زمانی خونده که اجازه داشته هر چی دلش خواسته بخونه مونتا شجریان قبل از انقلاب داشته تو رادیو آهنگ میخونه وقتی که دیده ا ازواج شده گفته ا ما الان یه بخونیم خیلی فرق داره با هم